انگاری صبح شده. دیگه بس لون بود. خدا رو شکر یارو خیکی ما رو نهید. هی تا شرم بدم خدمتتون. قربون دستت، فقط یکم زودتر پنیر دموشه بعد نیم. شیطان میگه همچین بزنم تو گوشش. اش نخور با امید ترکی.
شما. یه ساندویچ کالباس. بفرمایید. واقعا دستنی خود رو زودتر خیلی خوش. بدم خدمتتون. نه خودم دوتشو دارم. آهیم هم بیمسه جان جان. میگم که اگه خود بابا مهربون باشی ما هرچی که بخوایی تقدیم شایدی نفع میدم چایدم آی دوز آی کیف هم بابا Thank you.
کافه چپه. نکنه تو دوزی؟ ممکنه بفهمی شما چی کاره این؟ بای من پرسیدم که تو چی کاره هستی ها؟ خودتون مردم این تو دیگه مثل ما پا نمیشه دیگه به درد ما نمیخوری جهنم. ای نگاه میکنه دوزی بیفدر مادر دختر خفه میشه یا خودم خفت کنم یه دقیقه اون دهن صاحب مرده رو ببند دیگه. آها که انگار اینجا مرخانده که پدرشه. باز همینجا ها باشه، باز همینجا ها باشه. حالا اینقدر داد بکش تا جون از بالا بیاد. باشه منم چنان جیغ بکشم که تمام شهر بیافتن دنبالت. اگه قراره من گیر بیافتم بذار پدر تو هم در بیاد. آخه تو از جون من چی میخوای دختر؟ آخه الان شرافت کاری داشته باش. زد برد خورد خورد کجا رفت؟ نمیدونم. تو هم که همش بگی نمیدونم. خدای کجا رفت؟ اگه نمیگی نمیدونم بازی پشت مشته باشه درسته؟ نمیدونم. باز گفت نمیدونم. بگی برم برا بگی یواش بخته بایا ببینم. بیا نهاش اونجا سر کن. قطر زوکاش زوکاش آه 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 از اینجا توتر توتر سرکار جو اون پولا مال خود من نبود مال زنم بود. اگه به فهم پدرم رو در بیاره سرم پدرم در اومد. دزا گوش کن دختر، ما اینجا وقتی برای شوخی نداریم. پرسیدم اسمت چیه؟ عرض کردیم که رضا. خلاصه میفرمایی دختر درست جواب بده. جناب سرما با خود شوخی نمی کنم، اسممون رضاست. آقا رضا. آخ خود جون پا. بسیار خوب آقا رضا، شما شاکی هستین؟ بله جناب سرما، اگه سرکار به موقع نرسیده بود این دو بابا رضا. ساکت ساکت ساکت. زشته چانم، این کارا خوب نیست. خیلی خوب آقا، شما ادامه بدین. بله قربان، اگه این سرکار پیداش نمیشد دختری که فهم برده پا نخیر دیگه، این پا بشو نیست. داره کلک میزنه جناب سروا. کجا؟ کجا کیفتونو زد؟ عرض کنم که تو ماشین تا چشم به هم زدم دیدم یه دست اومد تو کیفمو قاپید. چه جوری؟ میدونین جناب سروان تا چشمک به هم زدم، یعنی تا چشم به هم زدم دیدم زدم. خب بعد ادامه بدید. بله جناب سروان ادامه میدم. عرض کنم که بله 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 عرض کنم که کیفمو دستم قاپید قربان. کی؟ همین دختر خانم. یه
نگری این آقا رضا. البته میدونی چرا سبا فکر میکنم بچه گی کرده نفهمیده غلط کرده. آره جونم من بعدش بله البته خیابونا شلوغ بود خیلی عقبش دویدیم تا اینکه سرکار به دادم رسید با کمک ایشون تونستیم جناب فرمان با این کله شکسته چیکار کنیم؟ ساکت باشید جانم بعدن بهتون میگم چیکار کنیم. خب دختر ببینم سابقه داری؟ استغفر الله جناب سرکار سابقه من از کف دستم صاف و تمیزه. بفرمایید قربان. ببخشید با اجازه پسر زمین جانم زشته چماش اصلا جناب سربا این آقا داره اشتباه میکنه. اصلا تمام قضیه سر شونه ی آقاست. شونه؟ بله این آقا دو تا شونه داره. من اول فکر کردم نداره دونم واسه سو خواستم شونه خودم رو بهش بدم که بهش برخورد و شونه خودش رو در برد. در همین حیث و کیفش هم دستش افتاد. درست آقا؟ والا جناب سروان بعیدم نیست که بنده اشتباه کرده باشم. کیف که دستم افتاد شروع کردم به داد و بیداد. اصلا نمیدونم سبتالا چرا بی خودی به این اون میپرم. نگفتم جناب سروان بفرمایید. شما مطمئنین که اشتباه کردین؟ بله بله پس شکایتی ندارید قربان. مطمئنین؟ حتما قربان. بسیار خب پس بفرمایید اینجا رو امضا کنید و سعی کنید از این به بعد به کسی تهمت نزنید. چش صاحب میتونه برم بفرمایید. این آقا هم میتونه برم. خدا حافظ. خوش اومد. خب خب که چی؟ میگم که تو خیلی بلا شیطونی هستی. ها جون من تو دیدی قبول نیست. ببینم چند وقتی که هموم تشریف نبردی؟ من تو دلاکی؟ آره آره اتفاقا هموم خونم نم گرد بکرد. ده بگو جون تو. جون تو جون امت ناکس بخواب حال نداری. دوست سر بار خور سال کیف بار. عباس کانتو نمیدونم کسی بتونه یه قرون منم مفت بالا بکشه. اون شال سر دارم آراغش کن. عباس آقا دو سه دقیقه رفتم تو ناخه هر وقت سر خطه این احتمال کفی رو رومیزه بیار تو احمد وجب تو اون وقت تقصیر عباس آقای خودمونه دیگه. هی بهش پر و بال میده اون که زرنگه زرنگه. الانه پیداش میشه اون میگه سر چراغ بود و صندوق یارو پر. بله تشریف آوردم. بفرما عباس آقا اینم شاخ چمشاد. چیه؟ باز فکر کردی زدم به چاک؟ نه بابا عباس آقا دل واپسه تو رد کن بیاد بشه. سر چرا بود؟ نگفتم. چقدر؟ فکر کنم 600 تومن. آخی خدا مردم. وقتی با من حرف میزنی عینک تو بردار. پرسیدم چقدر؟ من کی گفتم؟ 600 تومن. عباس آقا دیگه داره خیلی خندم میگیره. اینکه گوش کن بچه من 20 سال خودم سردم دارم و صد تا از تو گنده ترشو بزرگ کردم و به نون آب رسوندم. حالا دلم نمیخواد یه عرب بچه بهم کلک بزنم. حمیدی یا حالی کراش جون همگی الان این سیاهخان ما چپش برمایه تر از روشه. اوخ یه چیزی یافتم. اینم دل از به شانسشه. اوخی اینم پول سنده بیچشه. ای هرمون ساده اگه یه دفعه دیگه بخواد چالک بزنی لای ماشینا پرست میکنم. بفرما عباس آقا تلفن. بدون عباس کانتور تو تیل بازی هم نمیتونی بکنی چه برسه به دوزی بچه. حسین قلپاق یه روز بات یر به یر میکنم. تب داری حزیون میگی بچه. آقایون
خانم محترم شانستون امتحان کنید. داداش خوب نگاه کن، چشمندی نیست، شو بده بازی هم نیست. توی سه تا برای صورت پندکون یک به سه برنده شو. 5 تومن به 15 تومن، 10 تومن به 30 تومن، 100 تومن به 300 تومن، 1000 تومن به 3000 تومن. بازی کن آقا. بس وسطی خیلی شو می‌بینی. رو کو می‌بینی. فرمان. به خشکی شانس. نفر بعدی. این همش سیابازیه، تمام پولاتو می‌برم. من خودم قبلا این کارو کرده بودم. برنشه بری. آقایون اضافه‌اش کنن. برم بابا. یک دست شانس امتحان کن. یک نداره در. ساتون 3000 تومان. بازی کن. پیداست که دیگه پول پله ندارین، ما هم رفتیم، اینم ورق آخر، خداحافظ. علت بارانی بودن هوا مغازه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. و سلام، نشستیم شد تمام. ده تیفانی بندرم فارسیزی بفهمی لطفا. باره بابا تو هم امروز حوصله داری یا؟ ما دکونمونه تخته کردیم، تو چرا دلخوری؟ هیچی بابا، از کانتور حرفم شد. چه؟ گفتم با عباس کانتور حرفم شد. صد دفعه بهت گفتم سیه جون، دور اینجور آدمای عوضی رو خیت بکش بره، به خرجت نرف کن نرف. ای گفتی من نقشه‌ای گنده گنده دارم، بفهم. تقی یارانشم تو همین فکرم. اگه یه خورده پول پرت رو دستمون باشه و یه خورده عقل سرمون، به همه چی میرسیم. 2693 علیکی. واه کمبینم. مادر فولاد زیر اومد. من یکی وصلش ندارم. نفهمیدم باز داری جر میزنی؟ باشه قول 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 دایا با امیدتو معلوم هست این گوری هستی شما ها؟ سلام از طرف اونم یه سلام دیگه. چی شد؟ چی شد ناز دزی؟ رفتون اهما. بله رفتون اهما، دیگه چیز نمونده فارغ شد. اجاره خونه رو میگم. داره عشق من تو باقیم وارداتیم، منم همین دارم میگم. سیا تا فردا نقشه ساختمونش تموم میکنه و پولش میگیره. خب دیگه زندگی مجردی همینه، این اولین کارشه، روش خیلی داره زحمت میکشه. ایشالا تا فردا مواجی بشه میگیره. این که 6 ماهی داره نقشه میکشه، حالا تموم شد؟ بله فقط در پیکرش مونده که امشب تموم شه. نه من نمیبینی داره تموم میشه دیگه. این مرگ خودت نمیدونی چقدر روش کار میکنه. باشه ولی خدا به دادتون برسه اگه تا فردا ساختمونو تموم نکنی، فهمیدی؟ به خدا تموم فک فامیلم فهمیدم. این دفعه بالا بری پایین بیا، نوبت خودته، مگه پایین نیاد. لعنت به این زندگی، من که دیگه حوصله‌اش ندارم. اسکی ما داریم که اگه من یه تاکسی داشتم میدونی کجا میذاشتم؟ یه پارکینگ واسهش درست میکردم که لنگش تو تمام دنیا پیدا نشه. اون وقت نه اجاره این اتاق نکبت یقب میافتاد، نه تو مجیز نمام و عباس چاخچوری کانتوری رو میکشیدی. دیگه مجبور نبودم از این گوشه شهر به اون گوشه شهر برم و با هزار ترس و لرز و دوز و کلک خال بکشم و سر بندهای خدا رو کله بذارم. اگه تو میخوای حسرت این چیزا رو بخوری، من اهلش نیستم. من باید صاحب باشگاه بیلیارد احمد وجب بشم، تو هم باید صاحب تاکسی بشی. که میشی البته با نقشه من. خدا کن خدا. هیچی بابا، هی گفتم موسیو گاگو بیا از این خالای ما وردار تا صاحب پول و پله مجانی بشی، زیر بار نرفتی موسیو. موسیو بابات تو چرا اینقدر موسیو منو میخوری تقی پوچ؟ خب دیگه آدم دلش میسوزه، 700 جور آدم میان از قبل تقی پوچت میبرن، اون وقت موسیو خودمون سرش بیکلاست. تو یکی قصه منو نخور، سر من همیشه کلا داره، کلاشم پش میینه.
هشت داره. میگم موسیو حالا نمیشه ده بیست تومن این کار ما رو نیز بره. ببینم باز اون پول پالایی که میگفتی چی شد؟ ای بابا اگه ما بخوام قصه اینجور چیزا رو بخوریم که پیر میشیم، دادیم رفت پی کار. این کار تو خانواده ما ارثیه موسیو. آره خودت بمیری. مشتری میسید بس همین. خب شما پاسر آقا. بله بله وایسین اجازه بدین بذاریم پاکش کنم. موسیو باید پاکش کنه بعد بده. تا پاک نکنه نمیده. نو نوش درست میسیر زنبر این خود مادام نو نو بفرمایی. چقدر شبیه خودت موسیو. استراخش هم گرفتی؟ بله کارش اینه. جهنکر من همینه. متشکرم بازم این طرفا بیایی. نه راستی جریان انگلیس عملت چی شد؟ امو گگوت الان وسط راه انگلیسه، میرم اونجا میدم عملش کنم. مادر بزرگم 95 سال عمر کرد. آخه قلبشو تو انگلیس نمید. بالاخره پرش میکنم. موسیو این کار دیگه خیلی بده ها. قفل به این گندگی یعنی چی؟ یعنی اینکه بی بابات هم اطمینان ندارم. بگو راسی سیاکو از اینکه امروز از خونه بیرون نیومده. تفلک صبح زود رفت دنبال کار کاسبیش. اگه اون میره پی کسب و کار پس من میرم دزدی. موسیو باز تو حرف ما شک آوردی. میگم رفته دنبال کار کاسبیش میخته بکو. همشم ده تومنی بود. هر کی زده همینجاست. شما جیب شما نبخشین. آقا خانم چادرتو پس بزن ببینم. خانم آدم بابا ما که چیزی نهیدیم. آقا ببخشین عوض میخوام. آقا حتما تو خیابون از جیبه دام بزن. آقا باش چی کارمون کرد؟ بسی شیش کاری بچه هیش کاری نکرده. بگیرش بابا. تو میای بریم باقه بخش؟ باقه بخش؟ آره بیام چی کار؟ میخوام ببندمت به زنجی. ای عوضی مرخصی. تو خیلی فرزی. تو هم خیلی نامردی. با طرف دارم. ما نداریم. تو چرا اینقدر پر روی دختر؟ کیف ما رو زدی؟ تازه طلبکارم هستی؟ آخه نیست کیف مال باباته. حالا چته؟ مگه ما چیکار کردیم؟ تا ما ترم شدیم زنی به چاکاره؟ تازه من در حق تو فداکاری هم کردم. واقش کنم وسط. خیلی خوب پدرت کن بیاد. کیف رو میگم بزن به چاک. پس باید به زور ازت بگیرم. آره؟ ده پک گردن کلفتم از سیما نمیدونستی؟ آی سکا بانه من ناکس عوضی. بینم پولنار داری؟
بگید. یه ساندویچ که اینقدر منت نداره. تو چند وقت علافی؟ هنوز درست حساب نکردم. من درست 3 ماه و 12 روز و نصفیه که شروع به این کار کردم. قبل از اون چیکار میکردی؟ هیچ، پیش بابام بود. قبلا بابات کجاست؟ عمرش داد بزن بابا، اونم ما رو از خونه انداخت بیرون. نگفتی چرا؟ خب چرا؟ واسه اینکه میگفت از چقدر کش میری باز اینه هو بابت نصفشو بدی من. پس تو از خانواده یک کتوکلوفتی هستی درسته؟ با کجای کاری پسر، تازه اما تمام سابقه دار بودم. تو خانواده ما تنها کسی که سابقه نداشت مادر خدا بیامرزم بود که اونم از جیب بابام کش میرم. بعد نه همین بسه، تعرف نکن. من سیر شدم. خب الحمدلله. میدونی های من علاف نبودم چه کاره میشدم؟ نه چه کاره میشدیم؟ خارنده میشدم، لباس های شیک شیک میپوشیدم. خب خب ماشین گونده سوار میشدم، شب و روزم ماهی پلو میخوردم. میخوری یا؟ نه نه بابا میشم. راستی میدونم تو دارت میخوای چه کاره بشی؟ آمد وجب عجب چطور مگه؟ آدم خود دیوونه زیادی، یعنی تو دلت نمیخواد ماهی پلو و غذای جور و جور و اینجور چیزا بخوری؟ ببینم اسم تو چیه؟ رضا. رضا که اسم پسره؟ آره بابام دلش پسر میخواست. وقتی دید طولش که من باشم دختر از آب در اومده، از رو نرفت و گفت حرف مرد یکیه، بچه من باید پسر باشه با اسمش رضا. تو اسم چی؟ سیامک، به میگن سیا. بارکنه سیا. اوناش اونجا رو کچلی ناکس کورا گذاشته که بهش نگن کچل. حالا چطور میشه؟ هیچی الانی که میگه بگیریش ده نه همینجا بگیرینش. نگفتم بگیرینش، میگره میکنه. چرا؟ خوب میکنم چیکار دارم میکنم. ببینم اون بالا؟ آره تون گاف صندوق روزی 780 هزار تومان اسکناس پر میشه و خالی میشه. لقمه گنده هم تو رو خفه میکنه هم بابای منو در میاره. واسه نخور، همین روزا تو صاحب تاکسی میشی، منم صاحب باشگاه. آره بفرما، کلید گاف صندوقتون هم تشریف آوردن. نگاه کنو این چی پوشیدی؟ واخه میشینم میگن ترافیک خرابه. با کی خرابش میکنه؟ همینا دیگه، هرچی دامن میره بالا ترافیک میاد پایین. ساکت. که بدونیم با چه کلکی از رئیس خدمت اجازه گرفتم تا بیام بیرون، از بس پول شمردم انگشتام تا ول زده. ببینم شما با همین انگشتای نازنینتون اسکناس پیش بریم. تو من نشمارم تو گاف صندوق نمیره. کدوم صندوق داری بنداز این زحمت میکشه؟ کدوم صندوق داری؟ برای همینه که بهم میگن کامپیوتر خوشگله. بگو چطوری؟ میگذره بابا. یه فکری با حال این سوراخای کف شما بکن. مرگ تو آدرون رفت. باشه بابا، بیا برات درستش میکنم. قربون تو برم. ای سیاه. چیه؟ سوراخ عباس کانتور نریا. خیلی خب بابا، اینقدر غور نزن. ای موسیو 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 جد آباده موسیو تو سر بخوره موسیو و زهر مار الهی دو سر غیر قرنی بهت بخوره. Yeah.
چی احمد آقا تو فکری؟ همین روزا یه بغل اسکناس میچنم جلو تو بهت میگم خیرشه ببینی. ای بابا تو که یه سالی داری اینجا رو میخری. جون احمد آقا دیگه این دفعه حرف نداره. تو پولا رو وردار و قرضات رو بده. منم اینجا رو اونطور که دلم میخواد رو برم میکنم. حالا به جای اینکه پولات رو خرج کنی ببین طرف چی کارت داره. چی؟ سناش خیلی وقت منتظر دیگه. چاکرم سیفان تو درسیم برون تو خوبم این دفعه کی دنبالت کرده؟ هیشکی. پس اومدی بیلیارد بزنی؟ نه. آه پس همینجوری اومدی ها؟ نه اومدم سهم تو بدم. دوز باگاش جونم اصلا ما با گل کاری این نصف مایه اون کیف هست برش دار مال خودت برو معرفت یاد بگیر پسر مال شهر هم جار دست من بگو جونم پشیمون نشدم بزن به چون چی حالت خوب نیست؟ نه چیزی نیست خوبم تو داری از تب میسوزی؟ عقلت نرسیدی که با لباس نازوکی سرما میخوری؟ من حالم خوبه خودت کجاست؟ کاش خودم اینو میدونست وقت سمسون میشه دلم میگیره چقدر هم میزنیم اون سیخ مشتی ما رو یعنی با این حالش خوب میشه دوای آموگاکو زنده رو مرده میکنه بی کبریت بازی کنیم کیف کن مادر بزرگم 95 سال سور و مورو گنده نو جوونم بوده تا این دوا رو دادم بهش خورد تو بعد چی شد مرد عجب دکتری تو که ازرائیلی همو تقیلی میشه انقدر غور نزنی گرد میکنی که کیفی هم میکنه خودش یعنی احتیاجی به دکتر نداره؟ بابام تو چند روزه دنیا اومدی بذار کمکت کنم برنشی نجون افتاتون خوبه تا خوبش میدونی چیه بچه ها خیلی وقت بود که زیر یه جای سقف دار نشسته بودم حتما سرما خوردی بخور من باعث درد سر شما شدم این چرخ هممون درد سری دختر جون بخور تا آخر بخور تا آخر سر بکش همه شماید بخوره؟ چه بویی میده همه نمیده بخور خب نسته دیگه آخیش خودم من خوب شدم اینجا شده درمونگاه بابا ببین کیه پشت رو در آورد صابخونه است نوبت سیاست من رفتم زیر لاب صابخونه است که صابخونه است خودم جوابشو میدم جونتو من خیلی میکنم اما از همین زیر دارمت برو باشه خربا بباش اگه تمام اساسی هم بفروشی اجاره دو ماش در نمیاد به من خودتو بفروشون هوا خیلی سرده خشبه بیده کاش پا میشکست و پیش شما نمیامد شما دارین چوب بدبختی من میخواد این چرپیه که میزنی بابا حالا اینقدر تعارف واسه هم دیگه پاره نکنی توالت خوبه؟ من
من وضع شما رو به هم ریختم، نباس نمادم خونتون. تقصیر تو نیست. بوسو بده بخورین. کسی نبود؟ چرا من بود؟ به تو نمیدم، تو به من میگی موسیو. هر وقت باباش خیال میکرد دماغ فیل افتاده. حالا جون همش بره مستجری مثل ما پیدا. آره مستجر از شما ها نختر کی؟ همش تقصیر من. برش برش اون زنه 9 ماهه که میخواست مرا بندازه بیرون. این بیاد امشب باید همه تو رو ببرم خونه خودم. نمیتونم همینطوری این دختر ما ریز بل کنم. و اونجا افتادیم. میگم تو تک و تنها تو این خونه خارج از محدوده بدون مستخدم و آشپز حوصلت سر نمیره موسیو؟ موسیو بابته. باز بعد اونوقی؟ باز بعد اونوقی؟ بذار این شیرو بخوره دیگه حالش حسابی جمع. در از تب میسوزه. لرزم داشته باشه خوب میشه پسرم، اینقدر عجله نکن. من امشب خیلی شما رو اذیت کردم. اذیت؟ دختر جون ما هممون از یه قماشیم. ما مزاحم خودمون نیستیم، مزاحم اجتماعیم. خیال میکنی اگه ما تو این دنیا نبودیم چی میشد؟ وضعش به هم میخورد؟ نه، خشروبش کمتر بود. یا روز توهین نکن. نه قضا میخوریم. یه دفعه دیگه به من بگی موسیو مادرت پدرت میگم بیان اینجا تکلیف منو تو رو روشن کن. ما بیفک فامیلیم. بخورش. از نجسی بیان پشین بیان که قضاتون سرد نشه. مشتاقی نیستی؟ نه تو برو قضاتو بخور. ببین چه نیم روی واسط درست کردم موسیو جون. تو آدم بیشون. ای 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 گل دنتی بگیرم نظرت بگم موسیو. شما چون نمیان پرم چیه تو فکر؟ آره تو فکر چی هستی پسرم؟ تو فکر یک گاف صندوق که یه عالمه پول توش خوابیده. ترمز کردیم اسم بار شیطون لعنا دیگه اسمشو نبر. اسم چی رو؟ اسم همون لعنتی رو. اسم پولو؟ نه گاف صندوق؟ گفتم اسمشو نبر بابا، من از این کلمه بعدم میاد. چجوری بشه؟ تنت به خارش میفتم؟ اگه تو هم مثل من 18 سال کنج زندون لاله کرده بودی حالا تمام جونت خرش میافتد. یعنی تو هم اهل بخیه و قفل و کلید و اینجور چیزا بودی؟ یه روزی به من میگفتن گگ و پنج تلا. پس تو هم دوست بودی؟ بابا دست دیگه تمومه. ما در به در دنبال یه همچین آدمی میگشتیم. پیش سر جب موسیو نقشه من نقص نداره. اگه یه رزه به جمعی بود دست به دستم بدیم وزه همه رو برا میشه. من تو تقی این همه این کارا دیگه از من گذشته. سیا من نمیدونم تو چی کار میخوای بکنی، ولی کارهای بزرگ واسه آدم های کوچیک همیشه بدشانسی آورده. تو هنوز خیلی بچه ای. از تو گنده ترش فکر میکردن که نقششون نقص نداره، ولی داشت، خیلی هم داشت. اگه تو هم مثل من بیشتر عمرت تو زندون گذرانده بودی هیچ وقت حواس این کارا به سرت نمیزد. ولی عمر اینطوری به درد من یکی نمیخوره. هیچ کیو هیچ چیزم نمیتونه نقشم عوض کنه. تو هم بهتره تا 40-50 سال دیگه کفشای مردم وصل پینه کنی تا شاید یه روزی بتونی بری انگلیس و اون قلب تو عمل کنی. نباسه اینجوری با اون صحبت کنی. اون سنی ازش گذشته، دستش پینه بسته و کار افتاده. بی خودی اذیتش نکنی. هو هو خانم ماریزا رو باش، دستای من از کار افتاده. من هر وقت اراده کنم همون گگوی پنج تلایی هم. ببینم مدل این یارو چجوری. مدل چی؟ گاف صندوقه؟ اسمشو نبر، فقط پرسیدم مدلش چیه. تو ماهترین پیره مرد دنیایی میسیو. بابا به من نگین موسیو. نوشین yeah!
چرا تو منو دوست داری؟ آره مسلمه که دوست دارم. چیز خیلی خوشمزه ایه دیمش خشم رو برو من تشنمه هیچ میدونی من چرا حسودم خب آب بهش به تشنه شه چی چیز بابا خفا خون بله با کی بوده؟ با تو خیلی کن با منی من گفتم حسودی میشه خود به کی حسودیت میشه؟ به همکارات و اونایی که شب و روز پیشت میشینن باهات حرف میزنن و قیافه خوشگلت نگاه میکنن که ور میداری اینو خب این قصیه های مرام ازیاد نکنه خودش میدونه که من تو فروشگاه بهش کس اهمیت نمیدم اینو بهش ثابت میکنم چطوری؟ میبرم تو فروشگاه تو رو به تمام همکارام نشون میدم خبرهای خیلی خوبی برش دارم هنوز انگشتم کار میکنه گرگون و انگشتا و کله کن پشمت برم ده گوشش رضا کو رفت کی؟ تازه رفته مگه تو خونه نبودی چرا گذاشتی با اون حالش بره؟ بابا من که نمیتونستم تو گاف صندوق حبسش کنم یه قرار نشدی اسمش بیره موسیو چرا گذاشتی بره؟ دیدی خواهد باعث میشه بگم موسیو خفشو موسیو من نمیخوام سربار شما باشم تو سربار هیچ کس نیستی از اون گذشته ما به یه آدم ترفرز مثل تو احتیاج داریم ببینم نکنه جا زدی برای جا زدی نه دلم میخواست هر دومون این نبودیم که هستیم چی نبودیم همین ولگرد سرگردون بی زندگی کاش تو نجار بودی، سبزی فروش بودی، آهنگر محله بودی منم دختر سپور محله بودم کاش تو مدرسه میرفتی، منم همکلاسیت بودم کاش یک کس دیگه ای بودی، یک کس دیگه مثل همه ی آدم ها همه اونایی که سوای ما فکر میکنن و سوای ما زندگی میکنن من دیگه از این وضع خسته شدم بیا دست برداری بیا از همینجا بشی مثل بقیه آدم ها بهت قول میدم که دوش به دوشت وایستم و کار کنم هر کاری که باشه جارو کشی زمین شوری ضعف شوری من دیگه میخوام رامو عوض کنم میخوام زندگی کنم با تو پیش تو منم خسته شدم ولی این آخریشه دیگه تموم میشه من بهت قول میدم با روز تو نخش باش نبازه این پسرهای ریز میزه بعضی وقتا فکرهای گنده مونده ای به کلش میزنه کلش خوب کار میکنه واسه همینه که نمیخوام از چنگم در بره حواستت جمع کن که ردشو گم نکنی دلم میخواد از مو به موش خبر داشته باشم بدونم کجا میره و چی کار میکنه یه خور تندر با کو میکنی؟ چلش خب این فلکه اصلیشه اینا هم همونایی که قبلا براتون گفتم گاف صندوق تقریبا باید یه همچین شکلی داشته باشه متوجه شدی؟ به همین سلیقه بابا میاد
تو نقاشید خرابه یا مدل این یروا عوض شده؟ قیافش که خیلی عوضی و زشته. چی رو زشته؟ با این عکس باید مدل تقریبیش دستت اومده باشه که چی هست و چی نیست. پناه بر خدا، من احتیاج به تمرین دارم. من میگم چطور موسیقی رو بفرستیم خارج کلاس گاف صندوق با کنی ببینه بعد دست بکارشیم. اینجوری نمیشه، میخورم به نبودیت زهر مار. شما فکر یه چیز دیگر رو نکردی، کار به این گندگی احتیاج به پول و پله حسابی داری. با دست خالی که نمیشه این کارو کرد. خب فهمیدیم، این مشکل دوم ماست. و کلیدشم پیش چی بگم والا، فرده میشینن میگن هزار جور حرف میزنن، میگن چشم تقی دنبال مال مردمه. آی آی، اگه منظورت منم، از الان بگم که اگه سرم هم ببرین در صندوقچه مو باز نمی کنن. خیلی خب تو با نکن، خودمون با میکنیم، چه کنیم دیگه؟ از قدیم گفتن آن که تاووز خواهد جوره. بی خواهد، زود باش درشو باز کن. با میکنم دیگه، بذاریم با هم ببینم. ای فت نمیاد اینا رو اینجا قایم کردی. برو خودت تماشا کن چه جوری اسکناس رو تا کرده. شوخ میخورم که جنایت شما بی انصافانه. آره بابا بخور، ولی قصه نخور. خودم به جای یه دفعه 6 دفعه میبرم انگلیس. ولی با این همه دکتری که اینجا داریم چرا عوض انگلیس کردی؟ اولین چیزی که ما احتیاج داریم یه ماشینه. بعدش هم چند دست لباس واسه یک گاگو، تقی، تو و خودم. یعنی لباس شیک کپی؟ اون تقریبا نه. یه خوردم اطلاعات راجع به وضع فروشگاه. روزی که موجودی گاف صندوق بیشتره و چیزایی سیاه. چه؟ چی شو؟ یه کاری بکنی؟ گاگو نفس بکشیم، نفس بکشیم. بسیار خوب، حالش هیچ خوب نیست، باید عمل بشه ظرف همین یکی دو روزه. پیره مردی بیچاره، آخه چرا؟ آقای دکتر، وضعش خطرناکه؟ متاسفانه بله. فعلا این دواها رو که می نویسم بهش بدین تا بعد. مشروبم نباید بخوره، به هر حال باید ببرینش بیمارستان. خب خداحافظ. تا دم در باتون میام. خداحافظ. بدشانسی رو بدشانسی. بیمارستان؟ آره، دکتر گفارش خیلی بده. ببینم تو اون جبه چقدر پول بود. 3000 تومانی میشه. باید صبح ترتیب عملش بدیم. نسکه یه چیزی میخواد. گاگو چی؟ شما آبروی هرچی دزد بردین من کاری رو که قبول میکنم باید تا آخرش برم. ما برای کارمون به اون پول احتیاج داریم، حالا زود من بمیرم. شما هم قیافه ماتم زده به خودتون نگیرین. بس شام وقت اجارش کردی؟ 10 روز. یارو میگفت موتورش این ساعت کار میکنه، میگفت فقط بنزین بزن و تخت گاز برو تا آمریکا. سیا، یعنی تو میگی ما موفق میشیم؟ چرا که نه؟ اینو میبینی؟ آره. واسم شانس میاره. یعنی تالاش که آورده. تا وقتی که پیشم دست به هر کاری بزنم بردم. من خودم نه؟ نه. ولی من دلم شور میزنه. چرا؟ نمیدونم چرا. هیچ وقت اینجوری نبوده. شور خوشحالیه. خود منم عین تو هم، ولی چه میشه کرد؟ میدونی هر چی فکر میکنم میبینم دلم به این کار راضی نمیشه، میترسم تو درد سر بیفتی. ما اون درد سر حالا فهمیدم که واقعا خوری. هرچی هست تو اون فروشگاه هست. یعنی پسر انقدر خونه دا.
صدام وزیر امور خارجه سوریه روز گذشته با سلیمان فرنجیه رئیس جمهوری لبنان ملاقات کرد و پیام حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه را به وی تسلیم نمود. یک بیانیه رسمی آتیس تا این ملاقات خدام و فرنجیه پیرامون اوضاع جاری به بحث پرداختند. دکتر خبر کنم، میخوام یه تلفن زنم. چیه خانم؟ آقا شوهرم مریضه، باید دکتر خبر کنم. خب حالا من چیکار میتونم براتون بکنم؟ آخه اون تلفن خرابه، میخواستم یه تلفن بزنم. بفرمین، ولی زودتر، برام مسئولیت داره. متشکرم. کمتر بخوری آقا. تلفنتو نکردی؟ بله، خیلی متشکرم. خودتو دار نزنیم بشیم.
نترس ما موفق میشیم. اگه تا ساعت 6 برنگشتیم تو بار خوب؟ من منتظرت میمونم. خوابیده بودی؟ نه، چه خبر؟ تصادف شده بود. تصادف؟ آره، ولی چیزی نشد، به خیر گذشت. موسیو دست به دعاشو چرا؟ نهان ما را ندیدی بگیر. چیه موسیو؟ میترسی یاره؟ باز گفتی موسیو؟ دست باش ببرم نمیزنی. ساعت 5 8 صبح فروشگاه باز میشه و درست سر ساعت 7 کارمندا میان سر کارشون. حد اکثر تا 1 ساعت دیگه باید کارمون حتما تمام بشه. شروع تموم میشه بابا. زهر مار کرده که تو سنگینه نیگه هم این سنگینه ای دویم نگفتم نقش دیفتی زهر بابام نیگه موسیو داکو میتونی؟ با
باید بتونم. بله خودمم. چشم اطاعت. حتما. بسیار. ما وقت زیادی نداریم، باید قبل از اینکه کارمندا بیان از اینجا رفته باشیم. وای یکی اون وامونده رو خفه کنه. چقدر میخوابی؟ رئیس دستور داده امروز ساعت 7 صبح درو باز کنیم. کارمندام الان پیداشون میشه. بلند شو. نگهبان بود. کارمندا الان پیداشون میشه. بچم پیرمرد بچم. سلام. سلام. صاحب مرده تو ولش کن دیگه، ولش کن. داره باز میشه، داره باز میشه. ولش کن نیست. کارشون تمومه. رضاست الان گیر میافتیم، بس کن دیگه پیرمرد، خواهش میکنم بس کن. بازش کن. خواب میبینم. عجله کن تقیی، عجله کن. گنج از دفت سلیمونه بسر. سیه بس که دوباره گیره. گاگو چرت شده، بگو چرت شده. بلند شو گاگا، خودت تکون بده، خودت تکون بده. ما تا همینجاشو بردیم پیر مرد. به هوش میاد. خدای من کمکشون کن. گربانه داره به هوش میاد بابا. Ja, das ist
که بریم. نه میشونم تعمل داشته باش، دیگه چیزی نمونده. باش اینجا بشین، همیشه همینجا باش. کیف سیا کیف؟ من میارمش. همینجا باشین، مواظب باشم. خیلی خوب. خودت نخواستی پیر مرد، خودت نخواستی. گوگو اونا موندن. یالا برو. خب تا اینجاش که بردی؟ بردیم جون نکنده به تن بسر. برو از شو تقیه؟ نخه اصلا من نقیه. آه نقیه؟ خب از آتقی اون تو کاره داره، برو میشه میگه. آره تو رو. خیلی خب مواظب دوچرخم باش. مواظبم. میگن دزدی شدی، درسته؟ بله آقا دزدی شدی. عجب دو روزمونه ایشونه، بالاخره دزدیشو گیر میارن. خدا حافظ شما. خدا حافظ. بفرما، اینم نامزد جونت. لطفا بشینید خانم افشانس. ببینم شما چند وقتی این پسر رو میشین؟ دو سه ماست، درست یادم نیست. اسمش چیه؟ سیامک. عکسی چیزی ازش دارین؟ بله فکر میکنم داشته باشم. اجازه بدین اتفاقی براشون افتاده، وگرنه حالا باید پیداشون میشد. هنوزم که دیر نشده، من مطمئنم که میان. دلم گواهی میده. حقی گاگوکو نمیدونین با چه مکافاتی زدم به چک. هر کاری کردم از جاش تکون نخورد که نخورد. گفت من خودم یک کاری میکنم. پیر مرد لعنتی، اون نمیتونه اونجا بمونه. من برمیگردم پیشش. نه مگه دیوونه ای بشین؟ حالا خدا میدونه تو چه وضعی و چیکار داری میکنه. Thank you.
اومدش. بالاخره اومد. گاگو ما موفق شدیم. میدونی این تو چیه؟ گاگو حالا دیگه میتونی با این پولا قلبتو معالجه کنی. آره حسابی هم میتونی. شما که برای بدرقه من میایین. آره بابا بدرقت هم میایین. حالا جلو من بذاریم ببینم تو این کیف چقدره. نکنه مقبول شده باشیم بچه ها. یه دقیقه آروم بشیم. پیره مرد سرتر تو چطوری از اون جهنم در رفتی؟ از بهش صحبت کن بابام. اصلا فکرشم نمیتونم بکنم. یعنی همه چی تموم شده ممکنه؟ دختر تازه همه چی شروع شده. من میخوام بدونم چقدر توی کیف پول. حالا چرا خود نمیشین یه کاری بکنی؟ آخه ناسلامتی با یه عالمه پول داری. به سلامتی شما. تمام این پولا و قلب اول. نمیدونم شایدم همش تقصیر من بود. گاگو حیف شد. فکر نمی کردم اینطوری بشه. سیا بیا از اینجا بریم. نمیدونم کجا. جاش واسه مهم نیست. من دلم خیلی گرفته. دیگه نمیتونم این وضع تحمل کنم. میدونی رضا مرگ گاگو منو بیدار کرد. من میخوام پولا رو تحویل بدم. چی کار میکنی؟ گفتم که میخوام پولا رو تحویل بدم. همین امروز خودمو به پلیس معرفی میکنم. تو اینا رو جدی میگی؟ آره شاید یه خورده دیر شده باشه ولی برام مهم نیست. من گاگو رو از دست دادم. حالا جز تو و تقی تو دنیا هیچکی برام باقی نمونده. شماها رو دیگه نمیخوام از دست بدم.
بگو ببینم، تو دلت میخواد زن آدمی بشی که تا حالا سابقه خوبی نداشته، ولی قول بده که من بعد یه زندگی پاک و آروم برات درست بکنه؟ من خودم سیام، منم این پولو بدم میاد. این پولو تا اینجاش برام بدبختی آورده. خیالم راحت شد، حالا میدونم وقتی که از زندان آزاد بشم یه نفر منتظرمه. آه خدای من، چی شدی؟ بشین، محکم بشین. توندش کردم. خدمتتون میرسید. پایین آقا سال. نه 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 چیزی شنیدی؟ فهمیدی چی گفتم یا نه؟ دارم اید عباس آقا راسته تو بکش کنه. بله گفتین کجا؟ شمارش چیه؟ بسیار خوب، رد پسرها رو پیدا کردن، را بیافتین. بله شما کجا این؟ چی شده؟ باید رسوندش بیمارستان. میشین اونور بینن چه اتفاقی افتاده؟ حرف نزن، برو برو. کی این کار با تو کرده؟ عجله کن. Thank you.
کجایی؟ کلی معروف شدی. عکس و تفصیلات تو تمام روزنامه ها چاپ کردن. واسه جو رفتم خونتون نبودی. خونه. آره ببینم. پسر تو خیلی عذاب درامه. صبر کن یه خود وسیله بردارم ببینم چی کار میشه کرد. همینجا واسه اومده. بازی حسابی شروع میشه. خودت میبینی. کجا رفت؟ منو تعدید نکن بچه. کیف پیش من نیست. باشه یه سر دیگه نصف من نصف تو. ما هنوز با هم رفیقیم پسر. خیلی خوب فهمیدم. سر ساعت 6 خیابان پشت باشگاه. الو بیمارستان میساقیه بفرمایید. آقای سعادت؟ آقای تقی سعادت؟ بله باشی با شما کار دارن آقا. الو تقی؟ تقی حالش چطوره؟ تو کجایی؟ جواب منو بده. نمیدونم، مثل اینکه تعریفی نداره. وقتی که به او شما تو رو صدا میزن. من الان میام اونجا. الو 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 مثلا بله. تا چند دقیقه دیگه مامورین میان تا درباره ضرب و جرحی که به بیمار وارد شده از شما تحقیق کنن. تا اومدن مامورین خواهش میکنم از بیمارستان خارج نشه. مجدد تقی،
کجاست؟ تو چرا اومدی اینجا؟ کجاست؟ الان مامورین میان اینجا که از من تحقیقات بکنن. منو ببر پیشش. بابا مگه نمیفهمی چی دارم بهت میگم؟ الان هممون گیر میافتیم. حداقل تو برو. تا دیر نشده فرار کن. فلنگو ببن برو. حالا دیگه خیلی دیر شده. من خیلی باک خول شده پسره. خدا به همون رحم کنه. کدوم اتاقه؟ همینجاست. سیا، شما کسی به نام سیا دارین؟ بله منم. بهتر بری پیشش، دیگه کاری از دست ما ساخته نیست. رضا لطفا زیاد نمونه. نه رضا قیافم افتضاحه. نه 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 حالت خوبه؟ آره آره هنوزم رو شانسی؟ هیچ وقت مثل حالا رو شانس نبودم. نگاش کن پولا چی شد؟ پیشون هست اما قراره به هم پس بدن. اون وقت من میام اینجا دنبال تو با خودم میبرمت. از اینجا میبرمت هر جا که بخوای. کی؟ خیلی زود. سیا میترسم بمیرم. من نمیخوام اینجا بمونم. نمیخوام زود برگرد. میترسم بمیرم. نه نه سیا منو از اینجا بزن. من نمیخوام اینجا بمونم. میترسم بمیرم. این حرفو نزن. واسه تو خیلی زوده که از مرگ حرف بزنی. تو هنوز به آرزوهات نرسیدی. یعنی دنیا انقدر بیرحمه. یادم میاد مادرم همینجوری مرد، با همین سوزن و لوله ها. درست همینجوری. نه ولی من نمیذارم تو اینجا باشی. من تو رو با خودم از اینجا میبرم. ببینم تو هنوزم ماهی پلو دوست داری؟ انقدر ماهی پلو بهت میدم که دیگه هیچ وقت آرزوشو نکشی. هیچ وقت. گریه میکنی؟ نه نه سیاه من دیگه از این همه سرگردونی در بدری ها ترس و لرز خسته شده. دلم یه زندگی آروم میخواد. یه اتاق گرم، یه چهار دیواری، یه چهار دیواری که سر نباشه و بدونم که دیگه هیچی دنبالمون نمیدوی. منم خستم. ما با هم میریم. وقتی از زندون برگشتم اون چهار دیواری رو درست میکنیم. اون اتاق گرم. ما با هم ازدواج میکنیم. گولم نمیزنی؟ نه. میدونستم دوست دارم. میدونستم خدا منو دوست داره. خدا مهربونه که تو رو به من داد. سیاه از پیشم نرم. تنهام نزار. تنهام نزار. سیاه مأموره دارم میان. بلنشو عجله کن. کجا میری؟ برمیگردم. بیا بهت قول میدم خیلی زود برگردم پیشت. سیا
کار میخوای بکنی؟ با عباس قرار دارم، خیابون پشت باشگاه، میخوام خودم پول رو ازش بگیرم. خب پس تکلیف من چیه؟ اگه تا نیم ساعت دیگه برنگشتم پلیس رو بیار اونجا. مواظب خودت باش. سیاه چی شده؟ سیاه کجاست؟ شانسشو جا گذاشته. بچه بیا نس بنس همونطوری که قول دادم. میدونی دختر الان تو چه وضعیه؟ دست وردار بچه، من نمیخواستم اینجوری بشه. حالش خیلی بده و از خودتم زیاد تعریفی نداره. تو همه چی رو خراب کردی. خودم خرابش کردم، خودم هم درستش میکنم. تو هم از این که هست بدترش نکن. تو با این وضع زیاد نمیتونی دووم بیاری. اونو بندازم این. تو جز من دیگه هیچ کسی رو نداری. من جای پدرتم بچه. من به تو مدیونم. من دینم و ادا کنم. سیاه سیاه نمشان ببینیم. باشه باشه.